عرضم به خدمتتون که دفعه های پیش صحبت کردیم بعد از کلیات و غیره راجع به استنباط از زمان در قسمت اساتیدی شاهنامه که مسئله جمشید بود و پیدایش زمان و اون دریافت از زمان. بعد ایرانی ها توی اساطیر ما مثل اساطیر همه جای دیگه هر قومی توی اسطوره خودش سرزمینی رو که در این زندگی میکنه مرکز جهان تصور میکنه و بعد هم دیرک یا دیرک خیمه ها، حالا باز رفتی مسائلیت برای اینکه اینا رو مطالعه کرده، یا ستون یا هر چیزی که برافراشته باشه، در حقیقت آخرش هم کلیسای گوتیکه به یه صورت دیگه. این رفتن به طرف آسمان یعنی در حقیقت راهی از مرکز زمین به آسمان. البته بعدا این مفهوم عوض میشه، یعنی هر جایی که کلیسا یا معبد هست اونجا به یک معنا سمبولیکمان مرکز زمینه. در نتیجه گلدسته، گنبد یا نمیدونم این تاپ‌های زردی یا تورای منهتن اتفاقا همینه. بله، تورای منهتن هم میتولوژی جدیده، یعنی نشانه قدرت و توانایی و رفتن به طرف بالا. و خب وقتی هم ملت تشکیل بشه، یعنی خب جماعتی وقتی در طی تاریخ در طی صدها سال با هم دیگه زندگی بکنن یا شاید بیشتر، همانندی در زبان، در عقاید، در آداب و به یک معنا هم در اشتراک منافع مادی و معنوی پیش میاد که خب تشکیل یک قوم یا جماعت یا یک ملتی رو میده. اون وقت اگر چنین چیزی پیدا بشه، یعنی قومی یا قبیله یا طایفه‌ای، حالا مراحل ابتدایی ترشه، یا ملتی تشکیل بشه، کاراکتر زمان به کلی عوض شده. یعنی کاراکتر فردی زمان که در دوره جمشید باش آشنا بودیم تبدیل میشه به یه خصلت جمعی، برای اینکه جماعتی سرنوشت مشترکی دارن و این سرنوشت در زمانی که به انجام میرسه، به این ترتیب زمان یکی وابسته به زمان دیگری است. عمر ما وابسته به شماست و شما همه هم با هم یک نوع وابستگی زمانی. خب توضیحش هم ساده است دیگه، برای اینکه مثلا نمیدونم الان هم میگن که اگر محیط زیست رو بهش نپردازیم تکلیف بچه های ما چی میشون. پیداست که مفهوم زمان، آینده یا هر چیز به کلی شکل دیگری پیدا میکنه. زمان یک امر فردی نیست، یک معنا از نظر بیولوژیک ممکنه یه امر فردی باشه که البته تازه نیست، برای اینکه بستگی داره به درجه تمدن و موقعیت اجتماعی اشخاص و غیره، ولی به فرض که در اون زمینه مسئله امر فقط بیولوژیک باشه، از نظر اجتماعی یه امر جمعیست و یه امر تمدنیه. ولی اینجا یه یادداشتی دارم که گذشته از همه اختلافات تئوریک و گفتگوهای گوناگونی که در این زمینه میشه و مبتنی بر تمدن بورژوایی جدید هست، یک نوع حس مربوط به یه تاریخ، یک سرزمین در جماعتی وجود داشته که اون جماعت میشه اسمشو گذاشت ایرانی و حالا این ملت یا قوم یا هر چیز. و به همین مناسبت هم میبینیم که ایرانی ها سرزمین خودشون رو نه تنها اسم دیگری براش گذاشتن به عنوان این دوره ساسانیه به عنوان ایران شهر، بلکه اساسا دنیا رو تقسیم کردن به ایران و نه ایران، اگه بخوایم تخت و لفظی بگیم. و این هم البته چیز تازه نیست، یونانی ها هم مردم جهان برایشون تقسیم میشدن به دو دسته، یونانی ها و بربرها. بربرها هم هیچ معنی تحقیرآمیزی نداشته، زبونشون نمیفهمیدن، فکر میکردن اینو دارن بردن. و همه اقوام دیگه هم، تقریبا همه اقوام دیگه، حالا من میگم همه، توجه هم به میساهلیت داره که واقعا این مفهوم ها رو مطالعه کرده و جاهای مختلفشون نشون داده. در بین قبیله های اقوامی که مطلقا با همیشه ارتباطی نداشتن، مثلا فرض کنیم که بوشمن های استرالیا، افریقا و مردم اسکاندیناوی، گرفته نوسیان های مختلفی که چطور یکسان عکس العمل نشون میدن. در همه جا مثلا زمین مادر، نم شخص زدن زمین، مجروح کردن مادر و حالا
این رو من الان یادم نیست از کجای شاهنامه یادداشت کردم، ز بحر بر و بوم و فرزند خیش، باز مفهوم ایرانه دیگه، زن و کودک خرد و پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که گیتیم بذاشتن دهیم. عرض شد که به فریدون که برگردیم، فریدون تاریخ جهان رو ساخت و قصدش هم نیکی کردن بود. خیلی کلی بخواهیم بگیم، فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی. تو داد و دهش کن، فریدون توی. نیکویی در اینجا در حقیقت مفهوم داده، البته بعداً باید به مفهوم داد برگردیم، برای اینکه سراسر شاهنامه سرشار از این مفهوم و یک معنی خیلی فکر میکنم که عمیقه داره، که من خودم این آخر رو به ریشه قضیه ریختم، خیال میکنم، امیدوارم. ولی به هر حال فریدون میخواست دادمندی کنه، دادگری بکنه، برای اینکه سه تا پسر داشت و میخواست این جهانی رو که او برش پادشاه هست به تساوی بین اینها تقسیم کنه. البته بهترین سهم رو به فرزند کوچکتر داشت، که این یک سنت اسطوره‌ای هندو اروپایی است، فقط مربوط به ایران نیست. پسر کوچکتر معمولاً سه تا هستن پسرها، و پسر کوچکتر معمولاً صالح‌ترین، خردمندترین و داناترینه، و اینا دیگه مربوط به دومزیله، که کوچکترین معمولاً توی اون تقسیم بندی فونکسیونای خیشکاری‌های سگانه که دومزیل عقیده داره اقوام هندی اروپایی اساطیرشون ساخت سگانه‌ای داره، و این ساخت سگانه یک نوع بازتابی از سازمان سگانه اجتماعی اونها، موبدان اگر بشه گفت، یا دینیاران بگیم به طور کلی، جنگیان، رزمیان و تولید کننده ها. البته پادشاه در رأس هر، توی همه جا بین جرمن ها و دیگران در رأس هر سه تا گروهه، ولی این گروه ها رنگ لباسشون متفاوته، فانکسیونشون متفاوته و غیره، میتهاشون هم گاه متفاوته، خداهاشون هم متفاوته، منتها با هم در همکاری هستن. اما پسر کوچکتر ضعیفتری نیست، برای اینکه اغلب پسر کوچکتره که دینیاره، خردمنده، و در ایران هم، در اساطیر ما هم، توی شاهنامه خردمندتر و آشتی جورتر و آگاهتر ایرجه، هرچند که به سرنوشت خودش آگاهی نداره، برای اینکه آدم نیکیه و نمیتونه بفهمه که ممکنه برادراش بکشنش. البته فریدون بهش میگه، ولی گوش نمیده، اون مسئله دیگه. ولی به هر حال همیشه پسر کوچکتر ضعیف‌تر نیست، بلکه عکس اینه. شاهنامه از قول فریدون میگه چون آباد دادند گیتی به من، نجستم پراکندن انجمن، مگر همچنان گفتم آباد تخت، سپارم به سه دیده نیکبخت. جهان رو تقسیم کرده برای اینکه آباد بمونه و دادگری کرده باشه فریدون، یا نیکویی کرده باشه، به سه نفر، به بین سه فرزندش تقسیم کرده. اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه حسادت کشدار پیدایش تاریخ ایرانه، نتیجه واقعیت تاریخ، نه قصدی که در تاریخ وجود داره. یعنی البته یا دیگه نمیدونم فریدون مارکسیست بوده یا فردوسی، ولی حرف خیلی بامعنی مارکسه که میگه که تاریخ رو انسان میسازه، ولی همیشه چیزی پیدا میشه از ساختن تاریخ غیر از اون قصدی که داشته، به قصدی میسازه و قصد دیگری پیدا میشه. اینجا درست مساق همینه، فریدون اومده نیکی بکنه و عدالت رو چیزی دیگه از عادلترین پادشاه هست، یه اون مثل کیخسرو و بعد در فقط انوشیروانه. به هر حال من گمان میکنم که این نکته فوق العاده با معنای کاری که تاریخ ساز میخواست بکنه و تاریخی که پیدا شد. حالا دیگه بی تکرار مکرر دارم میکنم، نبردهای ایران و توران بعد از این تقسیم بندی شروع میشه که پایان ناپذیرم از تا آخر دوران کیخسرو، تمام دوران پهلوانی شاهنامه رو در بر میگیره، چون از دوره کیخسرو که بگذریم یک دوره کوتاه
نبرد رستم و اسفندیار در حقیقت که باز حماسه پهلوانی ادامه پیدا میکنه. بعدش پادشاهی بهمنه که یه دوره خیلی کوتاهیه و یه پادشاهی خیلی بیرنگ و بوه، و بعد هم اسکندر میاد که دوره یک دو تا دارا بود و خمای چهر آزاد، هر کدوم دوره های خیلی کوتاه و پادشاهی معمولی هستن احتمالاً، یعنی قطعا دارا که همینطوره، داریوش سومه، پادشاهی فراموش شده هخامنشی هستن، و بعد دوره تاریخی پیدا میشه که دوره اسکندره. یعنی در حقیقت سراسر دوره حماسی شاهنامه، حماسی پهلوانی، دیگه جنگ های کینخواهی یا برقراری عدالت، چون کینخواهی توی فردوسی یک معنی خیلی وسیعی داره، برقراری عدالت به مناسبت کشتن یا شهادت اگر بشه گفت ایرج و سیاوش، در کینخواهی انتقام نیست، برقراری عدالت. حالا در داستانش مفصله ولی نیست، برای اینکه مثلا پیران شاید خردمندترین آدم شاهنامه است و کمپلکس ترین شخصیته و از دشمن و یک ستایش غریبی در تمام دوری که تا زنده است، یعنی تا وقتی که هست، از وقتی که پیدا میشه تا وقتی که هست ازش میشه توی شاهنامه. یا برجسته ترین زن شاهنامه فرنگیسه که تورانیه، مثلا سیندخت هم همینطوره، تهمینه هم همینطوره. سیندخت یا زنیه که سام جرأت نمیکنه با منوچهر صحبت بکنه برای ازدواج زال، رودابم بله جرأت نمیکنه. بعد سیندخت از کابل پایمش میاد، میگه که میره با منوچهر صحبت میکنه و قانعش میکنه، با دعواش میکنه افنشارو، و بعد یه دفاع از فردوسی بکنم و بریم. هرچند که اولا اون زن اژدها هر دو در خاک به جهان پاک کردین، هر دو ناپاک به، این الهیه، این هر ساختن طور که ناسخ ها در طی هزار سال نوشتن، هر کی هم از هر کی دل کرده. اما شاهنامه وقتی که داستان رو میگه به مناسبت موقعیت صحبت میکنه، یعنی وقتی که کاووس از سودابه صحبت میکنه شیفته سودابه است، وقتی رستم صحبت میکنه فحش میده به سودابه، مثل هر تئاتری، مثل هر تراژدی، یعنی باید دید از زبان کی صحبت داره میکنه. البته وقتی رستم میبینه که سیاوش رو پرورده و سیاوش هم با اون خصوصیتی که در شاهنامه است و سودابه به کشتنش داده، به سودابه بد میگه، موشو میگیره و میکشتش و جلو کابوس هم این کارو میکنه، ولی کابوس تا آخر عاشق سودابه است، به دوره مرسالاری هست. اما در ضمن ببینید که همین ایروها در مورد فرنگیس چی میگن، و فرنگیس در حقیقت نگهدارنده کیخسروی که مقدس‌ترین پادشاه شاهنامه است، و اگه اون نبود این نمی‌بود. برجسته‌ترین زنهای فرهنگ ما مال فردوسی هم و شیرین نظامی هم. خب کیخسرو بعد از جم و فریدون میاد، و اگرچه در این فاصله پادشاه های دیگری هستند ولی فردوسی هم توجه میده از نظر نمیدونم بزرگی یا فانکسیونی که دارن، نقش تاریخ سازی که دارن یا هرچی، فردوسی هم به این امر توجه داره. برای اینکه بعد از اینکه چندین پادشاه اومدن در مورد کیخسرو میگه چو جم و فریدون بیاراستگاه، تخت خودش رو، پادشاهی خودش رو به سبک اونها درست کرد با یک رسالت مینوی مثل اون دوتای دیگه که این رسالت مینوی رو داشتن، رسالت آسمانی رو، یعنی جمشید میدونیم که با خدا صحبت کرد و خدا بهش گفتش که حالا برنامه گردم یک یادآوری میکنیم، بهش گفتش که این گستر من باش بر زمین، گفت این من برای این کار آماده نیستم و نهاد من نمیپذیره این روی چنین چیزی، البته عبارت غیر از اینه، در سرشت من نیست. و بعد میگه اگر نیست پس جهان مرا آباد بکن. و فریدون هم میدونیم که باز رسالتی داشت که برای اون رسالت اومد، اون رسالت رو انجام داد و برگشت. کیخسرو هم با یک رسالت آسمانی مینوی میاد، منتها رسالتش یک کاراکتر دیگری داره. کابوس میدونیم به مناسبت گناهی که کرده بود و رفت با آسمان که ببینه، باز مسئله زمانی که میخواست ببینه شب و روز چجوریه و این گردش سال ماه از کجا میاد، که
عقاب ها پرشون سوخت وقتی خیلی بالا رفتن و کابوس افتاد توی بیشه در نزدیکی آمار، اینطوری که قصه میگه. و ایزد نریوسنگ میرفت که جان کابوس رو بگیره همینطور که در سقوط میکرد و فراوهر کیخسرو به ایزد نریوسنگ میگه که جان کابوس رو نگیر، زنده بذار، برای اینکه از پشت او باید سیاوش به دنیا بیاد، که از پشت سیاوش کیخسرو به دنیا بیاد، که کیخسرو دوران افراسیاب تورانی رو به سر برسونه. به این ترتیب یک سرنوشت مقدری از پیش داشته و این سرنوشت مربوط به عالم بالاست و به این مناسبت کابوس هم جون به در میبره. توی شاهنامه است که نکردش تباه از شگفتی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. سیاوش از او خواست آمد پدید، ببایست لختی چمید و چرید. قرار گذاشتن که کابوس یه چند سوار دیگه بچره تا سیاوش بیاد و بعد از سیاوش هم که خسرو بیاد، به مناسبت همین رسالت مینوی که داشت. و در حماسه پهلوانی هم وقتی که کیخسرو جنگ با افراسیاب رو که پدر بزرگش بود، پدر مادرش بود، شروع میکنه، همین رسالت رو داره و او رو به این رسالت سوگند میدن. کیخسرو سوگند میخوره و سوگندنامه پیش زال و رستم به امانت میمونه برای اینکه مبادا کیخسرو یک بار به اصطلاح این مهر خون سبب بشه که از این رسالتش رو بگردونه. خود سوگند خوردن هم که میدونین از کجا میاد، برای اینکه سوگند رو میخوردن. دو نوع سوگند بوده به اسم ور گرم و ور سرد، اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن اردلی. ور گرم این بوده که با حرارت آزمایش میگن، کسی اگر میخواست ثابت بکنه بیگناهی خودش رو بهش سوگند میدن. از آتش رد شدن، سرب داغ روی سینه ریختن، دو تا معروفه نوعش بوده. موبد بزرگ دوره ساسانی برای اینکه حالا نمیدونم قصه است یا حقیقت داره، ولی به هر حال برای اینکه ثابت بشه که اون متنی که وجود داره و اینو گرد آوردن و نوشتن متن واقعی هست، موبد بزرگ دوره ساسانی او سوگند میخوره. سوگند اینطوری است که سرب داغ رو میریزن رو سینه‌اش، مجروح نمیشه، معلوم میشه که این متن درست نیست دیگه. نمونه دیگه سوگند ورگرم، سوگند سیاوشه که از آتش رد میشه، این توی ویسرامین هم هست. ور سرد معمولا خوردن آب یا مایعاته که به یک حجم خیلی زیادی که بیرون از طاقت آدم معمولی باشه میخوردن، برای اینکه نشون بدن که حق با اونهاست، دروغ نگفتن و سوگندشون پذیرفته میشد. البته این تا قرون وسطا به یه شکل دیگه میاد. من گمان میکنم که دوئل یا نمونه دیگه اینه، اونی که پیروز میشه حق داره، اگر پیروز نشه حق نداره، اونی که حق نداره است که کشته میشه. به هر حال سوگند رو میخوروندن دیگه، که عبارت سوگند خوردن هم همینطور مونده. در گفتگوی صحبت رسالت کیخسرو هست، در گفتگوی هم که کیخسرو با افراسیاب داره، که خسرو بهش میگه که یزدان بلای تو از من بگردان. این وقتی از شیخ خسرو پیش شبانها بزرگ شده که اینم باز یه تم اسطوره‌ای مکرر در جاهای مختلف، یا به آب میدن یا به شبان میدن یا به گرگ میسپرن و همه اینا اون کسی که مقدره که به جایی برسه و نظر کرده است از عالم بالا از همه این اینا نجات پیدا میکنه. در حال در گفتگوی که کیخسرو با افراسیاب داره، چون افراسیاب همش نگران انتقام خون سیاوشه و میخواد کیخسرو رو ببینه و ببینی که این چه جور است، و پیران هم قبلا به اون میسپره که جواب پرت و پلا بده. و کیخسرو وقتی با افراسیاب روبرو میشه، هرچی افراسیاب میپرسه او جواب فوق العاده ظریفی میده، ولی ظاهرش دیوانواره که از شاهکارهای فردوسیه. من فکر کنم فقط مثلا توی شکسپیر شبیهشو بشه. این که تمام صحبت کیخسرو
کنایه هست به کارهای به ظلم و بیداد افراسیاب، و در ضمن افراسیاب متوجه نمیشه و ظاهرش هم اینه که این داره پرت و پلا میگه، ولی توی به قدری ظریفه که آدم راحت ازش رد میشه و متوجه نمیشه. حالا رسالت که خسرو چیه؟ البته آباد کردن جهانه، که در دوره او فردوسی میگه جهان پر شد از خوبی و ایمنی، آتشکده آذردوشست رو میسازه. اما بزرگترین رسالتش یا بزرگترین جنبه این رسالت، اساسی ترین جنبه این رسالت، نبرد با افراسیابه و از بین بردن دوره افراسیاب، این کینه سیاوشه، و که این کینه سیاوش در حقیقت توامه با از بین رفتن یک دوره هزار ساله بیداد، که بیداد اون وقت، البته اینو بعدها شاید آخرش جلسه دیگه بهش برسیم، بیداد فقط ظلم اجتماعی نیست، بلکه بیداد خوش شدن آب چشمه هاست، قحطی، خشکسالی، دگرگون شدن طبیعت، فساد طبیعت هم هست. شیر از پستان ستوران بیرون نمیاد چهارپایان، عرض شد که خوشسالی هست، چشمه ها خشک میشه و طبیعت دگرگون میشه. در حال یک دوره هزار ساله بیداد تموم میشه، دوره یه که در حقیقت فقط افراسیاب حکومت نمی کنه، بلکه اهریمنه که مسلطه بر جهانه، و اهمیت رسالت او در اینه. از همون اول هم که خسرو با هنر نژاده است، عبارت فردوسیه، با گوهر بخت سازنده آسمانی داره، نظر کرده است به اصطلاح خودم، و خردمنده. فردوسی میگه که هیچ کس مثل او آشکارا نهان جهان رو نتونسته ببینه، و میدونیم هم که کیخسرو جامی داره که در اون جام البته سمبولیکه، ولی جامش البته بامناست یه جهت، یعنی در حقیقت همونطور که حالا در میتولوژی زمان ها یک زمان میشه و تمام، یک زمان سرمدیه، زمان حال سرمدیه که ازل و ابد رو در خود داره، مکانها هم همه یک مکانه، که در حقیقت اونجا سمبول جام کیخسرو، یعنی تمام جهان در دستش، همه مکان جهان در دستشه. به هر حال جام کیخسرو جامی است که نهان جهان رو میتونه اونجا ببینه دیگه، همه جهان در دستشه، همه جهان رو نظر میکنه و هر جایی که از جمله میبینه که بیژن در تای کدوم چاه هست مثلا. حالا کار کیخسرو تمام کردن یک دوره است، دوره افراسیابه، و فراهم آوردن پایان جهانه، به این ترتیب که چون میدونم اگه یادمون باشه در گفتگوهای اولی که کردیم، دنیا گیتی یک عمر 9000 ساله داره، و این 9000 سال دوران آمیختگیه، اهریمن مسلطه، و از میانه این هزاره دوم زرتشته که پیدا میشه، و فرزندان زرتشت در 3000 آخر هر هزار سال یک بار یکیشون میاد جهان رو از بدی پاک میکنه، تا فرزند سوم، اینجا هم با سومی سوشیانس، که به کلی بدی رو از بین میبره، و کیخسرو وظیفه‌ای که داره، رسالت مینوگی که داره، اینه که راه این جهان رو هموار بکنه، راه پایان یافتن جهان رو هموار بکنه. به چه ترتیب؟ با به تخت نشوندن لهراسب، یعنی لهراسب پادشاه مقدسی که باید پس از گشتاسب بیاد، و گشتاسب که از زردشت حمایت میکنه و دین او رو رواج میده. پادشاهی و دین توامان آیین بهی رو رواج میدن، که بعد فرزندای زردشت بهرام و بهرام برجاوند و یکی دیگه، و بعد سوشیانس به ترتیب هر 3000 سال یک بار میان. به هر حال مقدمات کار رو کیخسرو فراهم میکنه، و کیخسرو هم میره به جهان دیگر، ولی زنده میره به جهان دیگر. یه خردمند از این گفته خندان شود که زنده کسی پیشی هستن شود. البته داستان رفتنش هم با داستان خیلی زیباییه، ولی به کار ما مربوط نمیشه. که خسرو نه تنها دوره افراسیاب رو تمام میکنه، بلکه راه آمدن گشتاسب رو هم هموار میکنه، و زنده از تا دوره رستاخیز و 57 سال در آخر زمان با سوشیانس هست، و با هم می جنگند برای پاک کردن دنیا و برای به نتیجه رسوندن رستاخیز یا تن پسین.
برمیگرده و 50 سال برای البته خب توی اسطوره هست برای اینکه بعدم برگرده نمرده ناپدیده بله امام زمانه و شهادت هم شاید یکی از اولین نمونه‌هاش اینجاست که میگه که دعوت میکنه سپاهیان رو به جنگ با افراسیاب و میگه هر آن خون که آید به کین ریخته گنهکار اوی است و افراسیاب آویخته اگر کشته آید کسی زین سپاه بهشت بلندش بود جایگاه. این اولین جاییه که توی شاهنامه ما میبینیم که شهید میره بهشت. آره دیگه گناهکار چیه دیگه افراسیابه بهشت بلندش بود جایگاه. حالا به این ترتیب میبینیم که زمان کیخسرو زمانیه که در حقیقت پایان نداره، زمانیه که میره تا آخر زمان و مینوی یا قدسی علل اطلاقه در حقیقت در مقابل اون دوتای دیگه هم که مینوی هستن این دیگه مینوی یعنی مینوی تمامه مطلقه. رسالت اینه که باید برگرده و بعد جهان رو زمان رو تمام بکنه. پادشاهی رو اگر ول میکنه برای اینکه در حقیقت این تقدیر رو هستش دیگه، یعنی آدم مقدسه. فریدون آدم مقدسی نیست، فریدون پهلوان یا پادشاه نیکیه که یه رسالت این جهانی داره، میاد این رسالت رو انجام میده. مال جمشید هم طبعا رسالتش این جهانیه، ولی تفاوت کیخسرو با اون دوتا این هستش که رسالتش دو جهانیه و رسالتش تمامی نداره. وقتی تمام میشه که زمان تمام بشه، یعنی تا وقتی زمان هست که کیخسرو هست، منتها یه دوره فعاله در این دنیا در گیتیه و بعد که به مینو میره تا آخر زمان فعال نیست، در خوابه. به قول مثل اینکه در خواب گوشاست میگن زردشتی هم در خوابه و بعد بیدار میشه و رسالت این جهانی و اون دو جهانیش رو تمام میکنه، یعنی زمان رو تمام میکنه با سوشیانس. منتها او پسر زردشته، این پسر سیاوشه. در نتیجه او توی اون رسالت آخر پسر زردشت مقدس تره و نقش اصلی رو داره، ولی کم سردارش باز همون کاری که در اینجا، چون در حقیقت کیخسرو بزرگترین استراتژی شاهنامه است، جنگ 12 رخ رو او سازمان میده که بزرگترین جنگ شاهنامه است و همه درش شریک هستن. همین کار رو در آخر زمان او داره، باز کیخسرو داره. یعنی کیخسرو در اون 57 سالی که در کنار سوشیانس هست میجنگه برای رسیدن به آخر زمان، برای رسیدن، برای مینوی کردن گیتی. اون وقت البته باز تفاوت دیگری که داره مسئله، حالا اینجا مسئله قدرت پیش میاد. خب جمشید کسی هستش که از قدرت میلغزه، یعنی همون چیزی که قدرت هست توی جمشید پیدا میشه. فریدون پادشاه خردمندیه، قدرت رو به کار میبره اما ازش سوء استفاده نمیکنه، هرچند که برای به کار بردن قدرت به هر حال جنگ میکنه و حتی وقتی آروم میگیره که پسرش کشته بشه. شاید یادآوری باید نباشه که اساساً کیهان شناخت اساطیر ایران تاریخیه، این در همه جا نیست، در خیلی جاها معمولاً یک تکلیم مثلا در مورد هند اساساً اسطوره‌هاشون تاریخی نیست. دوره های سیکل های زمانی عجیب چیز بزرگی داره که به میلیون سال میخوره و بعد دوباره تکراره. اساطیر ایران کیهان شناختش تاریخیه، یعنی از یه جایی شروع میشه به یه جایی ختم میشه، تاریخ داره، دوره های یعنی مراحل مختلف داره و مراحلش دوره بعدی با دوره بعدی متفاوته. حالا اینطور بگیم که مثلا هزاره زردشت در وسط یک دوره زمان کرانمند پیدا میشه. زمان اکرانه زمانی هستش که کرانه نداره، یعنی بی نهایته. بعد وقتی که اهریمن حمله میکنه به اهورامزدا برای اینکه چون دانای مطلق هست میدونه که اگر آفرینش بکنه میتونه اهریمن رو شکست بده، نه از اقل با یه نوسیون تاریخی شروع میشه. و این 9000 سال هم معینه چجوریه. وسط این 9000 سال سه هزاره اول پیروزی با اهریمنه، دوران آمیختگی هم هست اسمش،
کومیچن مثل اینکه میگن. هر شد که سه هزاره دوم در وسط این سه هزاره زردوش به دنیا میاد که در حقیقت وسط زمانه. مسیحیت هم چیزه، میت مسیحیت هم تاریخیه. هر شد که وسط زمان زردوشت مثل مسیح در وسط زمان به دنیا میاد، یعنی وسط سه هزاره دوم. بعد از سه هزاره سوم غلبه با اهورامزداست، یعنی دوران آمیختگی به طرف پاکی میره، به طرف تقدس میره در باز سه دوره هزار ساله. به این ترتیب این یک تاریخی هستش که البته حالا یه تاریخ دیگه هم داره که برمیگردم باید متن رو بخونم که فوق العاده به نظر من جالبه، یه ذره دور میشیم ولی مهمه، چون اهورامزدا هم تاریخ داره و این نوع تاریخ رو بله اگر بخوایم به اون معنی بگیم که تاریخ رو به یک معنای دیگری به کار ببریم، میتولوژی هند هم تاریخ داره، یعنی بعد از میلیون میلیون سال که البته ارقام عجیب غریبی هستش، هندیان تو این کار تخصص دارن، جهان به آخر میرسه، باز دوباره از سر گرفته میشه و باز از سر گرفته میشه و مسئله تناسخ پیش میاد و غیره، یعنی یک نوع تکرار اون، ولی در اینجا به یک معنا تکرار نیست. من باید یک متنی رو دل متن بندهشه که اهورامزدا خدا نیست و وقتی خدا میشه که آفرینش میکنه و از وقتی آفرینش میکنه دادمند، سودآور، نیکی‌دهش و بخشنده میشه. اون وقت نکته دومی هستش که اهورامزدا که بعد از اینکه آفرینش کرد خدا میشه و از این گذشته اهورامزدا خداییست که توانا نیست، ایزدیست که توانای مطلق نیست، فقط دانای مطلقه. یعنی وقتی که خدا میشه میدونه که این رو میدونه، این پیشبینی رو در مورد آینده داره که اگر با اهریمن بجنگه به چه ترتیب بعد از 9000 سال اهریمن شکست میخوره، این رو میدونه. اما وقتی توانای مطلق میشه که این 9000 سال به سر برسه. حالا اگر بخوایم به زبون هگلی حرف بزنیم، اهورامزدا شونده است، باشنده نیست. و خدایی که در حال شدنه، خدایی نیست که شده باشه و تمام شده باشه. اینجا من به یه دو سه تا مسئله دیگه میخوام اشاره بکنم. بعد از گذشتن از این که کیهان میشناخته اساطیر ایران تاریخیه، حالا یه دوره‌ای بزنیم، جمشید کاشف زمانه، کاشف مرگ و آگاهی به مرگ سبب پرداختن به زندگی، تمدن رو ایجاد میکنه، مرگ آگاه، زندگی پردازه و تمدن ساز. به نظر این که به زندگی میپردازه، یعنی زمان انفرادی او زمان همگانی، برای اینکه تمدن رو میسازه، برای اینکه طبقات رو ایجاد میکنه، یعنی تا وقتی که هست زمان زمانیه که مربوط به همه است. ولی خود این زمان تاریخ نداره، وقتی که جمشید رفت زمانش هم تمام شد و همه چیز تمام شده و حاکم به کلی. برمیگردیم به اهریمن محض. زمان فریدونی تاریخ داره، زمانی تمام میشه که تاریخش تمام بشه، یعنی یه رسالتی داره، یه دوره‌ای داره و این که تمام شد فریدون هم میگه دیگه تاریخ من، زمان من تمام شده و من میخوام برم. یک تاریخی در دوره فریدون تمام میشه و دوره او به سر میرسه. اون وقت سرگذشت فریدون با تاریخ دوره خودش ایدنتیکه، یکیه. تاریخ دوره فریدون یعنی سرگذشت دوره فریدون، سرگذشت شخص فریدون. زمان او با کشتن تور تمام میشه، اما زمانی که خسرو تاریخیه و اگر بشه گفت فرا تاریخیه، هم گیتیان هست هم مینویه، در هر دو زمان هست، در هر دو جهان هست، یعنی در حقیقت. همین اضافه بکنم که زمانی که خسرو وقتی تمام میشه که دیگه زمان نیست، در نتیجه ناچار تمام میشه، برای اینکه میره تا آخر زمان. شرح سفر کیخسرو شستشو که در حقیقت یک نوع غسل تعمید ابلوسیونه یا یه نوع تطهیر در چشمه، برفی که میاد، ناپدید شدن کیخسرو، صحبتهای کیخسرو با همراهاش که شما برگردید،
فوق‌العاده از صحنه‌های از زیباترین صحنه‌های شاهنامه است. حالا یه وقت فرصت کردید میتونید خودتون یه نگاه بکنید. یه تفاوت هم اینجا شاید فقط همینطور اشاره بشه بد نیست، یه تفاوت هست بین کیخسرو و اسفندیار، برای اینکه هر دو دینیارن، هر دو مرد دینن و هر دو نمیخوام بگم مقدسن، برای اینکه اسفندیار مقدس نیست ولی در راه دین بهی فانکسیون دارن، نقشی دارن. اسفندیار به خصوص توی آیین زرتشت، نه توی شاهنامه. اما اسفندیار گسترش دین بهی رو به خلاف کیخسرو میخواد با زور به انجام برسونه و پایان کار فاجعه است. من خودم بعد از اینکه جمهوری اسلامی شدم که اسفندیار زور داره میگه و زور گفتن در راه دین اینه که رستم کشته میشه، خودشون کشته میشه. حالا اهورمزدا خود از طریق حرکت آفرینش پیدا میشود و پیش از آن ناپیداست. هرمزد یعنی باز اهورمزدا پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سود خواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش همه و افزونگر و نگران همه شد. حالا من اینجا یه حاشیه رفتم که بنابراین آیا هرمزد پس از آفرینش خدا می شود و پس از شکست نهایی اهریمن در فرشکرد پایان جهان به کمال خدایی میرسد و توانایی او مانند داناییش مطلق میشود، چون دیگه توانا نیست، فقط دانا بوده. ولی به هر حال و صرف نظر از اون چه گفته شد، اهورمزدا وجود شبنده است که پس از هزارهای سگانه و پایان رسالت رهایی بخش سوشیانس چون وجودی باشنده به کمال توانایی میرسد. و خیلی این نوشیان خیلی جالبی از خدا که خدا باید در طی زمان کامل بشه. خب حالا اسطوره دین میگویند که در مینو آرامش و سکون است، در جایی که گردش ماه و خورشید و ستارگان نباشد حرکت نیست و زمان نیست، و آنجا که زمان و حرکت نباشد همه زمانها یک زمان، زمان حالی جاودان و در برگیرنده آغاز و انجام است و همه مکانها با نبود حرکت و از میان رفتن فاصله مکانی یگانه، توی پرانتز جام جهان نمای کیخسرو.